سلام دوستای عزیز، به انگلیس خوش آمدین. روحالله نبیزاده هستم و امروز دومین درس آموزش انگلیسی با فیلم های کوتاه را میخوانیم. اگر شما دوستا تازه به کانال آمده این حتما سابسکرایب بکنین و ویدیو را هم با دوستانتان شریک بسازین. پس بیاین فیلم را تماشا کنین و بعدش ترجمه میکنم. You're late. You're stunning. You're forgiven. You're late. You're late. ناوقت کردی. You're stunning. You're stunning. خیلی مقبول هستی. خیلی زیبا هستی. Stunning یعنی جذاب، مقبول، دلپذیر. You're forgiven. بخشیده شدی. Forgiven دوستا شکل سوم forgive هست. بخشیدن. خب یعنی که ناوقت کردی. حالا از ما تعریف کردی. بخشیده شدی دیگه. You're forgiven. خب میریم فیلم دومی رو میبینیم دوستا. I was actually wondering if you cared to join me for dinner. I'm the only one working here tonight. That's okay. Another time then. Mm-hmm. That's it? You're not going to offer to buy every painting in here so I can close up early? The guy actually tried that once. Be bought isn't worth having. I was actually wondering if you cared to join me for dinner. راستش میخواستم که بدونم که آیا امکانش هست با ما به غذای شب بری؟ دوستای یک شیوه بسیار مؤدبانه است دیگه. اینا میخواهند که خیلی محترمانه ازشان دعوت بکنن. I'm the only one working here tonight. در اینجا امشب تنها ما قرار است کار بکنم. یعنی تنها ما هستم و کسی دیگه نیست که باید اینجا کار بکنن. That's okay. خیر است. مشکل نیست. باشه. Another time then. پس یک وقت دیگه باز. یک زمان دیگه باز. That's it. همقه. همی بود. That's it. یعنی می آخرین گفتایت است. You're not gonna offer to buy every painting in here. قرار نیست مگم به من پیشنهاد بدی که کل این نقاشی ها را اینجا میخری برم. So I can close up early که بتونم باز وقتتر برایم یا وقتتر بسته بکنم دکان را یا مغازه را یا هر آن چیزی که هست. Close up بستن. A guy actually tried that once. یک آقا یک زمان این کار را کرده بود. انجام داده بود. Guy یعنی مرد. اینجا یک گپ بسیار جالب میگن. A woman that can be bought isn't worth having. یک خانم که بتونه خریده شوه ارزش داشتن نداره. دوستا can be bought اینجا دیگه مو احتمال خریدن را بیان میکنه. یعنی اگر یک خانم اگر خریداری شوه او ارزش داشتن نداره. بین که فیلم سیومی رو ببینیم و بعدش ترجمه کنیم. This is yours. You're the captain. You're the master. You're the foreman. You're the general. You're the head. Don't give control of this to nobody. This is yours. این مال توست. از خودت است. You're the captain. تو کاپیتانش هستی. You're the master. تو استادش هستی. Master استاد. You're the foreman. تو مدیرش هستی. دوستا فورمن یعنی مدیر. You're the general. تو جنرالش هستی. You're the head. تو سرپرستش هستی. Don't give control of this to nobody. مدیریت یا کنترل ایره به هیچ کس نده. دک نقل قول جالب است. خب دوست عزیز ای بود درس امروز. امیدوار است مفید بوده باشد. من به شکل از سریال ها و فلم ها سگمنت های شیامو بخش های که خیلی جالب است را براتون ترجمه میکنم و میتونین شما لغات و عبارات و همچنان تلفظ را یاد بگیرین. تا درس بعدی خدا نگهدار.